الان وارد پیاده سازیش میشیم، یعنی قدم به قدم با هم میبینیم که چطوری یه DSL خیلی ساده میتونیم بسازیم برای خودمون. اول از همه من یکم به صورت حالا اسلاید بانوس بیام بگم دیزاین لنگویج سیستم ها چی هست. حالا بچه ها میگم من خیلی ارادت قلبی دارم کلن به DLS ها. این اسکینی که میبینید در واقع تمام کامپوننت ها استفاده شده در ساخت اپ Airbnb هست که بالا بر 250 صفحه داره تا الان. یعنی 250 صفحه رو با این تعداد کامپوننت ساختن. همونطور که از اسمش هم پیداست، در واقع شما یک دیزاین لنگویج سیستم، یه دیزاین لنگویجی معرفی میکنید به سیستم که این دیزاین من خواهد بود. اینم بگم خود ساختن این دیزاین لنگویج سیستم یه پروسه ایتراتیوی هست که شما میگردید میبینید چه کامپوننت های تکرار میشن، یه سری کامپوننت رو بین 30 تا 40 تا انتخاب میکنید، سعی میکنید همه کامپوننت هاتون رو به این کامپوننت ها نزدیک کنید که با یه مقدار کمی ویو ها، بیلدینگ بلاک ها بتونید یه تعداد خیلی زیادی یو آی بسازید. تا حالا ما میایم به هر کدوم از این سلول هایی که میبینید میگیم یه دونه بیلدینگ بلاک با اندازه متناسب. حالا من توی اسکینی که اول ارائه دیدید یه صفحه ستینگ آورده بودم. چرا صفحه ستینگ آوردم؟ چون معمولا ساختش از ملال آورترین کارهای ممکنه که بگم یه صفحه ستینگ بسازم. این کدی که الان می‌بینید یه دونه سلول از صفحه سeting هست که نامگذاری خیلی بیسیکی داره. حالا شما اینطوری نامگذاری نکنید. یه دونه text view داره، یه دونه check box داره. واسه این اسم شده text chelsea. خیلی منطق خوش ساده بوده. من اینجا کد رو یکم خلاصه کردم. شما در بخش init می‌بینید که view چطوری ساخته شده و یک متد خیلی ساده هم گذاشتم که میاد state این view رو تغییر میده. یه متد خیلی ساده است که یه استرینگ میگیره، یه بولین میگیره، یه بولین و تعیین میکنه که با چه تایتلی و چه استیتی این ویو رو بسازه. یعنی در واقع این ویو رو استیتش رو عوض کنه. تو بخش اینیت من ساختش رو خالی گذاشتم. چرا خالی گذاشتم؟ واسه اینکه واقعا واسه ما اصلا مهم نیست که این ویو چطوری ساخته میشه. وقتی میگم مهم نیست، یعنی واقعا مهم نیست. شما میخواین اینو با XML بسازید، با کد به صورت پروگراماتیکلی بسازید، با انکو بسازید، با کامپوز بسازید، با هر چی که بسازید مهم نیستش. به عنوان مثالی ویو خودم هست که البته من اینو از توی تلگرام برداشتم، خودم مخترعش نبودم و میبینید که به صورت تمام کد نوشته شده. یعنی از هیچ XML استفاده نشده، از هیچ لایبری خاصی هم استفاده نشده. ویوها تک تک آبجکتاش تعریف شده، نیو شده، مقدار دهی شده و در آخر اضافه شده به لیاتمون. استفادهش به چه صورت بود؟ استفادهش هم به این صورت بود که خب من یه سeting کانتینری داشتم که ویو کلی منو تشکیل میداد. میومدم حالا به لطف کاتلین این الان یکم خوانتر هستش، یعنی واقعا میشه خوندش. حالا نگاه کنید، یه دونه سلول ساختم، نیو کردم، با بلاک افلای اومدم تغییر دادم استیتشو، استیت اولیه‌شو ست کردم، کلیک لیسنرش هم ست کردم و به اون کانتینر اصلیم اضافهش کردم. این بهترین چیزیه که در حالت عادی وقتی که کد رو در ویو می‌نویسید به دست می‌آرید. حالا می‌خوایم بیاییم واسه این ویوی که داشتیم یه دونه DSL بسازیم. این بخش شاید یکم سخت باشه، چون توضیح این که DSL چقدر ساده است واقعا کار سختیه. من سعی می‌کنم دیگه واقعا تو ساده‌ترین حالت توضیح بدم. من یه کانتینری داشتم، اومدم واسه این یه متد تعریف کردم، یه متد خیلی ساده، اسمشو گذاشتم کانتینر. توی این متد هم یه کانتکست رو بهش پاس میدادم، به علاوه یه بلاک لامدا که حکم اینیت رو داشت، یعنی میومد وضعیت اولیه بلاک رو واسه من اینیشیالایز میکرد و یه دونه لینیر لیات هم پس میفرستادم از این لیات بیرون. کد بادی این متد رو نگاه کنید خیلی ساده اومده، لینیر لیات ساخته شده، گفته که این لینیر لیات باید ورتیکال باشه، اون بلاک اینیت روش صدا زده شده و در نهایت بلاک رو پس فرستاده که حالا هر جای دیگه که لازمه استفاده بشه. شاید تنها نکته ای که واضح اهمیت باشه اون بخش اینیت هستش. در این آقود یه آرگومنته که در واقع این آرگومنت یه لامدایی هست که یه رسیور داره.
رسیورش کیه؟ رسیورش همین ویو هست که ما ساختیم. یعنی در واقع ما یک متد ساختیم که توی این متد یه ویو رو می‌سازیم، ولی بلاک اینیت کردن این ویو، دیفینیشن این ویو رو میایم به صورت یک لامدا بهش پاس میدیم. همین کار برای تکسچلی هم که تکسچلی هم داشتیم انجام شده. یعنی یه ویو ساخته شده، دوباره بلاک اینیت که بهش پاس داده شده فراخوانی شده و ویو اضافه شده. به چی اضافه شده؟ به ویو گروپی که این متد رو صدا زده. در واقع نگاه کنید، متد دوم یه دونه اکستنشن فانکشن هستش. استفادهش به چه صورته؟ استفادهش خیلی راحت. نگاه کنید، حالا این سیگنیچر خاص کاتلین برای فراخوانی متدهایی که لامدا میپذیرن هست، آرگومنت لامدا در خارج خود سیگنیچر متد فراخوانی میشه. من یه بلاک کدی تعریف کردم که توش یه دونه تکست چک هست و حالا باقی ویوم هست. وقتی که تمام این ویوها تعریف شدن، موقع ساخت همه این ویوها ساخته میشن، مقدار دهی میشن و در نهایت کل این کانتینر پاس داده میشه به اون روت ویو من به عنوان روت ویو. حالا اگه فرگمنت باشه روت ویو، اگه اکتیویتی باشه به عنوان کانتنت ویو. از کار خیلی خاصی صورت نگرفته. من در واقع اومدم دو تا متد تعریف کردم. تنها ویژگی این متد این بوده که اومدم دفینیشن اینها رو به صورت تو در تو انجام دادم. یعنی به جای اینکه هی بیام یه سلول تعریف کنم، این سلول رو به ویو اضافه کنم، دوباره سلول بعدی رو معرفی کنم و به ویو اضافهش کنم، اومدم یک باره یه بلاک باز کردم، گفتم این بلاک تعریف یو آی من هست، تعریف کانتینر من هست و دونه دونه این سلول ها رو توش فراخونی کردم و مقدار دهی کردم و پس فرستادم برای اون ویو. حالا همینطوری که دیدیم کده خیلی تغییر خاصی نکرد، شاید یکم تمیزتر شد، ولی بخش بعدی که خیلی کمک بزرگی میکنه اینه که متدها رو با پراپرتی ها جایگزین کنیم. به چه صورت؟ ما قبل این یه دونه متد داشتیم که کلا میومد تمام استیت این ویومون رو ست میکرد. خب خیلی راحت و بی‌درد سر بود. واسه چی اینطوری تعریف شده بود؟ واسه اینکه متد کال کلا توی جاوا خیلی کار سختی بود. هی بخوایم متد صدا بزنیم، اینکه سعی کردیم کلا یه متد صدا بزنیم و کل قضیه رو بکنیم. ولی موقعی که می‌خوایم کد رو به صورت دیکلریتیو تعیین کنیم، تعریفش کنیم، دیگه واقعا این متد خانه نیست. ما نیازمند این هستیم که دیکلر کنیم که یک حالا اتریبیوت، یک ویژگی از ویو چه حالتی خواهد داشت. این کار میام با چی انجام میدیم؟ میام تک تک واسه اون اتریبیوت هایی که داشتیم، حالا اتریبیوت میگم واسه اینکه واقعا فیلد نیستن، واسه اینکه واقعا یک وریبل نیستن، اینا میتونه یک استیت از ویو شما باشه. یعنی شما تصمیم میگیری که یک ویو مثلا ولید باشه یا اینوالید، تکست داشته باشه یا نداشته باشه. اما مشاهده کنید تو اولین پارامتری که تعریف کردیم، ور تکست استرینگ، در واقع هیچ بکینگ فیلدی نداره این تکست. شما وقتی که میایین گت میکنید، میره مقدار از تو تکست ویو میخونه و به شما برمیگردونه. وقتی هم که دارید این پارامتر رو ست میکنید، در واقع دارید اینو روی خود تکست ویو اعمال میکنید. یعنی در واقع هیچ بکینگ فیلدی ما نداریم به نام مثلا استرینگ تکست که بخواد این ویو این مقدار نگه داره. ما اومدیم یه استیت از ویومون رو به صورت یک پراپرتی اکسپوز کردیم برای ادیت کردن. همین کار دوباره با ایز چک انجام دادیم. تنها فیلدی که اینجا یک بکینگ فیلد داره، یعنی پراپرتی که یک بکینگ فیلد داره، اون نید دیوایدر هست که در واقع اگه نگاه کنید یک بولیانی تعریف شده که مقدار اولیش هم فالس هست و با ستر میتونید تغییرش بدید. یعنی گت هم نذاشتیم واسه شون، بکینگ فیلد داره، از روی همون فیلد میخونه و گت میکنه. حالا این تغییر ساده باعث میشه که کدوم به چه صورت در بیاد؟ به این صورت. یعنی دیگه به جای اینکه بیایم متد فراخوانی کنیم و مقادیر رو ست کنیم روی ویو، خیلی راحت هر اتریبیوت رو میتونیم ببینیم، هر پراپرتی رو میتونیم ببینیم، مقدارش رو بخونیم یا عوضش کنیم. بخش بعدی که یکم شاید بهتون بگیم بخش آپشنال هست، یعنی لازم نیست حتما به سراغش، DSL مارکر ها هستن.
DSL مارکر واسه چی به وجود اومد؟ واسه اینکه از یک اشتباه سهوی جلوگیری کنه که شما نهیم یک سری فانکشن های همرده رو تو در تو صدا بزنید. الان نگاه کنید تو XML خیلی اوقات این مشکل پیش میاد که شما میایید مثلا یه دونه لیات تعریف میکنید، نمیدونید که توش نباید چیزی تعریف کنید و دوباره توش یه تگ دیگه تعریف میکنید، یه سری متد ها رو به اشتباه تو هم دیگه نستد میکنید در حالی که نباید نستد باشن. واسه جلوگیری از این مشکل DSL مارکر اومد، یعنی خود جفرین در واقع کاتلین نسخه 1.0 کنم DSL مارکر رو معرفی کرد. DSL مارکر کاری که میکنه یک انوتیشن ساده است، شما یک انوتیشن خودتون با این معرفی میکنید، کلاس هایی که دارید رو با این انوتیشن مارک میکنید و به صورت اتوماتیک خود کامپایلر حواسش هست، حالا خود آیدی نگیم کامپایلر، حواسش هست که شما متدهای همرده یک کلاس رو درون همدیگه تعریف نکنید. اما نگاه کنید، من اون تکست پیکسلی که داشتم اومدم با مارکرم مارک کردم، ولی اگه نگاه کنید اومدم یک کلاس هم تعریف کردم برای کانتینرم. کانتینرم دفعه قبل که دیدید یه فانکشن ساده بود که در واقع یک لینیر لیات رو میساخت به صورت عمودی و پس میفرستاد برای استفاده در بیو. الان چه اومدم واسش کلاس تعریف کردم، واسه اینکه مارک کردن کلاس های اندروید با این DSL مارکر کار ساده ای نیست و کاری که من اینجا کردم اومدم کلاس های اندرویدی که استفاده می کردم مثل لینیر لیات رو اکستند کردم و اون کلاسی که اکستند کرده بودم رو مارک کردم و به همین دلیل هم مجبور شدم اسکوپ اون کامپوننت هایی که داشتم محدود کنم به این کانتینر. یعنی به جای اینکه بگم هر یو گروپی قابلیت اینو داره که این سلول رو بسازه، اومدم گفتم که فقط کانتینر هست که اجازه داره همچین یو گروپی بسازه، همچین سلولی بسازه. و اینجا میبینیم که اگه همون کد بالا رو توی آیدیتون بنویسید یه روی خیلی تمیز و قشنگ میگیرید که میگه به صورت ایمپلیسیت نمیتونید این رسیور رو اینجا تعریف کنید، این فانکشن رو اینجا صدا بزنید. حالا چرا ایمپلیسیت؟ واسه اینکه به صورت اکسپلیسیت میتونید، یعنی اگه خودتون دیگه خیلی پاتون توی کفش کنید که من میخوام این سلول رو اینجا تعریف کنم، با فراخوانی کلاس پرنتش میتونید اینو اینجا تعریف کنید، ولی خب منطقی اینه که این کار نکنید. یک لیمیتیشنی هم داشتیم، حالا سعی کردیم تا جای ممکن رو نگیم، اما گذاشتیم واسه آخر از همه بگیم. لیمیتیشنی که داشتیم اینه که فعلا توی کاتلین ما رایت اونلی پراپرتی نداریم، ما رید اونلی داریم، رید اند رایت داریم، ولی رایت اونلی پراپرتی نداریم. حالا این کجا مشکله؟ شما هیچ پراپرتی تو ویو میشناسید که رایت اونلی باشه؟ کسی بگه جایزه داره؟ نه روز نه رایت اونلی پراپرتیز خیلی ساده است، خیلی استفاده کرده. آیدی که واقعا نیست دیگه، هر جور حساب کنید خیلی ساده کلیک لیسه. نه همه استفاده کردید کلیک لیسه داره دیگه. این فقط رایت اونلی هست، یعنی متاسفانه شما نمیتونید ریدش کنید. حالا ما هم اصراری نداریم که ریدش کنیم، ولی مشکل کجاست؟ اینجاست که چون رایت اونلی هستش، ما نمیتونیم واسهش یک پراپرتی اکسسور تعریف کنیم که فقط امکان رایت داشته باشه. به همین دلیل هست که کلیک لیسنر رو به جای اینکه بیایم مثل باقی قضایا، حالا باقی استیت هایی که داشتیم، باقی پراپرتی که داشتیم برای ویو به صورت یک پراپرتی تعریف کنیم، میایم به صورت یک متد تعریف می‌کنیم. کاری که میتونیم کنیم که یکم خانوتر بشه که امکان این کار انجام داده اینه که یه دونه extension function معرفی میکنیم که از اون ستان کلیک لیسنرش در بیاد و به صورت خلاصه بشه آن کلیک. این تنها کاری که این تنها خاصیتی که این کار داره اینه که باعث میشه خانوتر بشه. واسه همین هم هست که میگیم extension function ها باعث میشن که کد ایدومتیک تر باشه، واسه اینکه انان آن کلیک لیسنر اینجا زیباتر از ستان کلیک لیسنر هست. و خب پراپرتی هم دیدید که چطور باعث میشه کد کانسایز بشه. ما سه تا راه معرفی کردیم برای ساخت ویو. هر جوری که دوست داشتید میتونید ویوتون رو بسازید، هیچ اصراری نیست که ویوتون رو
بیاین از صفر شروع کنید و یه مدل جدید تعریف کنید، ولی برای ساخت یو آی میتونید از یک روش استفاده کنید و اونم بهترین روش که دیکلریتیو یو آی هست. حالا من یه سری منو میزنم ولی من بهش میگم بهترین روش. کدی هم که دیدید یه بخشی از صفحه ستینگ این پروژه هست که تو گیت هاب هست. اگه برید به گیت هاب مراجعه کنید، به پروژه مراجعه کنید، در بخش فیچرها میتونید صفحه ستینگ رو ببینید و کامیت هاش هم من توصیه میکنم حتما ببینید. استپ استپ سعی شده که از یه کد ساده شروع بشه به یه کد خیلی خوانا تبدیل بشه. و عباس حرف زد یادم رفتش. و اینکه DSL خیلی ساده و لایت ویت هست، اینو میخواستم بگم. اینکه کلا واسه ساخت ستینگ سلول های خیلی زیادی استفاده شده بود، حالا پروژه ببینشن 8 سلول استفاده شده، ولی کد DSLش یک فایل به اندازه 20 خط کد هست. تمام. دستتون بخیر. سوال من اینه که در نهایت وقتی مثلا کامپایل میشه و دیکامپایلش میکنیم دقیقا همون مثلا تابع ست تکس فلان اینجور چیزها رو خواهیم دید دیگه، یعنی DSL عملا از رو کد کامپایل شده مشخص نیست؟ شما اولا کسی هستید که کد رو دیکامپایل کنید اصلا؟ این کار رو کردید قبلا؟ سعی میکنم برای خودم انجام بدم. خب دیکامپایل که میکنم خیلی چیزا میبینید، کلن چشتون به کاتلین باز میشه. بله. متوجه میشید کاتلین داره چی کار میکنه، ولی اتفاق خیلی خاصی نمیفته. یعنی عملاً خیلی از کدها جایگزین میشه، خیلی از کدها اینلاین میشه و شما یک کد خانه خواهید داشت، کد عجیب غریبی نخواهید داشت، ولی خانه جاوا دیگه نخواهید بودن کاتلین. سوال دیگه اگه باشه بفهم. اون پشت هست. ببخشید اون قسمت انوتیشن ها رو دقیق نفهمیدم، یعنی یه چایلد رو باید مارک کنی، یه دونه هم پرنت رو، و متوجه میشه که چایلد رو میتونی فقط این چایلد رو میتونی مثلا داخل پرنت بذاری همچین چیزی بود؟ به اینکه چی کار میکنه رو خود داکیومنتیشن های کاتلین هم خیلی خوب توضیح نداده، ولی کلی بخوایم بگیم شما هر کلاسی که داری استفاده میکنی انوتیت میکنی. هر کلاسی، همه کلاساتو که انوتیت کردین دیگه خودش تشخیص میده که کلاس ها تو در تو تعریف نشن، یعنی متد های همسط فقط همسط تعریف بشن، یا مثلا جای چایلد و پرنت ها جایگزین نشه با هم دیگه. حالا این کار چطوری انجام میده؟ خود انوتیشن یه سری چک های جنریت میکنه که این کار انجام بده. آخه چیزی برای اینکه چایلد و پرنت جابجاشن نذاشته بودیم، فقط دو تا متد، یعنی انوتیشن بود. اصلا شک دارم که اگه چایلد و پرنت جابجا بشن تشخیص بده، چون کلن میگم متدهای همرده رو بیشتر تشخیص میده که درون همدیگه تعریف نشه. اینکه چایلد و پرنت آیا واقعا همرده هستن یا نه به هیچ وجه همرده نیستن، این تشخیصش سخته. چون شما باید کلاس چایلدت اینطوری چایلد باشه که مثلا اکستند کرده باشه از یه پرنتی، یا به صورت اینر کلاس مثلا تعریف شده باشه. منظورم ویوی که داخل یه ویوی دیگه میاد پرنت چیز نمیده. مثلا تو همین مثال اگه شما یه کانتینر داخل تکست چک تعریف کنی ممکنه بده رو نده و نمیده اون چیزی که من میدونم، به این علت که حالا این دقت رو نداره، این دانش رو نداره که تشخیص بده آیا این کار درسته یا نه. سوال دیگه نبود دوستان؟